نانجیب چه کسی صاحب این عنوان شرم‌آور است؟ قطارفتهی که به جبران گناهان گذشته در برابر مظاهر ایمان میستن؟ سید الکریم تا زنده هستم طیب و طاهر کنیزی تو میکنم. دهنم نجسته ولی برات قسم میخورم به این قبله تو شارک هم جنبه نوکری تو میکنم. خواهی که برزرم کنم برای اینجا درات بکشت. آش خدا مرگم بی بی تا نه چرا خدا نه نانجیب کلانتری 16 ستوان روشن رفت. نانجیب ماجرای مردی که به خاطر شستشوی لکه‌های ننگ از دامن یک زن بدنام به آغوش خطر میرود. خیال میکنی من این شکل زندگی رو دوست دارم؟ به خدا حاضرم کنفتی کنم، رخشوری کنم، از تو خیابونا جمع بشم. داد بزن، داد بزن تا راست باشی. بخواب ببینم. گفتم بگی بخواب. نانجیب گرگ‌های گرسنه در پی بلعیدنش هستند، میخواهند شکارش کنند و او چون بره‌ای معصوم هر لحظه به چنگال درنده جدید میافتد. تصمیم گرفتم تو را صیغه خودم بکنم. صیغه شما بشم؟ تنها راه نجات تو اینه. باشه، حرفی ندارم. بیا بریم قربونت برم، صیغه را همین الان تو دلم خونده. نانجیب سرنوشت دردآور یک زن. زندگی یک لحظه بر خوامم نگرد نه بودی مثل این سر بزن. چه چیز موجب گردیده است تا یک زن با تمام غرورش به پای هر نامرد زانو زند؟ نانجیب با هنرمندی درخشندگان بزرگ سینمای فارسی منوچهر وثوق و پوری بنایی بار دیگر در کنار یکدیگر و با شرکت مرتضی احمدی، چهنمویی، جنتی شیرازی، صمد صباحی و سرکوب. چشت روشن. چشم و دیده رو سلام نوکرت هم مادر. قربون قدو بالات برم. کی آزاد شدی مادر؟ ایست به همه مردم گفتم که آلمان بودم وقتا میگی کی آزاد شدی؟ خب قربون برم الهی خوش گذر. جای شما خالی بفرد تو برو تو تو برو تو یه ریزه شده بود مادر. یا الله کسی رو نزدیم که قربون قدو بالات برم. من خدا شکر آخه اومدی سر خونه اول. الان سمبر جوشه برای چایی درست میکنم. دست درد نکنه ننه. خوراکی چیزی نداری؟ میخوای برای تخم مرغ نیمرو کنم؟ نه همون چایی رو درست کن با یه لقمه نوشانی میخوای. هر طور میرت. داریم پیر میشی ها. موامو سفید شده. بزرگی به عقل نه به سال. منظور؟ هیچ. حالا روز اولی نمیخوام با حاج جر رو بحث کنم. آخرش که میکنی ننه، پس هرچه زودتر بهتر. ننه جون، تو رو به ارواح خاک من فدات بشم، اونم شویت که نون پری ورده بیان خوده بابا. راستی، یک ماه پیش خاله اقبست با مهناز اومده بود اینجا. خب مهناز مثل پنجه آفتاب شده، به جون خودت اینقدر خوشگل شده که نگو نبود. خب پرسید پسر خالم کجاست، گفتم رفته مسافرت. خب آخه قربونت برم، من تا کی باید کارای تو رو ماسمالی کنم و به این و اون دروغ بگم؟ باز که شروع کردی ننه، میذاری یه لقمه بوغلمونو بخوری؟ مادر جون، این کارا آخر عاقبت نداره، ننگه. توبه کن، بیا به طرف خدا برو. استغفرالله، باز اومدیم خونه، ننمون همون ساز قدیمیشو کور کرد. ایبا، مگه دروغ میگم؟ مگه بد تو رو میخوام؟ عزیزم، عمرم، حرف مادر پیرتو گوش کن. رو چشم، خیالت راحت باشه. به هم قول بده که دیگه از اون کارا نمی کنم. بهت قول میدم ننه، آدم باز حرف مادرشو گوش کنه و اینه چه فایده ای داره؟ به همون چایی که برام ریختی قسم نوکرتم. بعده که قول میدم، به قول مهتی کرده پس مرد و قولش از ما داشت از تو. خدای خودت کمک.
عوضه، یارو خودش به خودش کلک زده. بیا بریم بابا چون بابا زنگم داشته باشه. چشم بابا چون. مثل چرخ محسن باشه. باشه بابا جونم. میدونی محسن چرخش رو چند خریده؟ خب قیمتش معلومه دیگه بابا جون. نه خیلی از اون خرش هم خرد. اما من مثل مالی محسن میخوام. پولت میرسه؟ خب چند خریده؟ 250 تومن. پولت میرسه؟ آره بابا جون فکرش نکن. معذرت بخوا بابا ببخش. خدا ببخش. واسد میخرم بابا جون، پول جور میکنم واسد میخرم، قصتشو نخور پسر جون. اب نداره از دیر سنگم شده واسد میخرم، بهت قول میدم پسرم. یه بیسه یک خوشگل ما اومدنیم بازی میکنیم با در آنجا پول با کرده عجب بابا خونه یه شلو من بخوام بانک بذارم چی رو بابا صاف کن صاف کن من خودم واسه بای میکنم اینم یه بیسه یک خوشگل خب ما دیگه نیست هنون که مایه داری والا خب مخارج دیگه ای هم داری خب بله سام علیک ننه افهمیدم آخر شبی چه وقت نماز ننه آخر شبی بدبخت بیچاره داشتم نماز صبح رو میخوندم ای داد صبح شده ما رو باش باز برگشتی سر خونه اولتا نگی ننم خر بود نفهمید بلا نسبت ننه بلا نسبت مگه تو به من قول ندادی مگه توبه نکردی از قدیم گفتن توبه یه گرگ مرگ ننه پس امیدوارم که خدا منو مرگ بده تا از این ننگ و بدنومی خلاص بشم اینقدر زهر مار میکنه که مثل نش میاد بیاد صبح بخیر ننه وقت نماز مغرب نام و سلمون پس شب بخیر چرا زودتر منو بیدارن کردی؟ چقدر دیرم شد حالا این وقت شب کدوم گورستونی میخوای بری؟ تازه اول کار گورستونای سازن زربیه ننه خدا ایشالله ریشه شونو درست دلت میاد ننه جون کفگیر به تای دیگ خورده خدا از این پولات رد کنه کدوم پولا؟ اینا دیگه ناخور دروش اسکناس جون. اگه فکر میکنی چندرغاز مستمری بابای خدا بیامرزه پس اندازم میرسه کور خوندی اونم کجا بود؟ حالا هرچی داری قرض الحسنه بده شب جمعه با نزولش پست میدم همه مردم به ما اعتماد دارن اون وقت مادر ما رو قبول نداره برو خجالت بکش آخه حتما پیرزن به تو رواز گردن کلو نوکره دندانه من واسه هر کی گردنم کلو باشه واسه تو از مو هم نازکتره یادت باشه که به ما پولی قرض نداری باشه مام خدایی ده خداحافظ کفشانی ما برو تن به یه کاری بده تن لشه حتی که کار نده باشه خوش چشم اگه میشه یه خود زودتر تشریف بیاری خاک به سرم برگرد ببینم نصرالله نصرالله برگرد ببینم پولا رو کجا بردی نصرالله خدا مرگم بده الهی ور پریده همچین دیسو از زیر پلو میزنه که یه دونه برنج زمین نمیریزه خسته نباشی حسن آقا سلامت باشی خانم چی میخواستی؟ سه تا سیخ کباب یه سیخم گوجه رو چشم بعد بکنم از خونه که واسه پیدا کردم راضی هستی؟ آره حسن آقا خدا عمرت بده هم بوسه زن تنهایی مثل من جاش امنه هم صابخونش از اون صابخونه های مزاحم نیست خدا رو صد هزار مرتبه شد که ما پیش شما رو سفید شدیم
بفرم. قربونی دستتون. مواظب باشین داغه دستتون نزد. همونه نه. باشه من. دلاخره من گفتی که آدم بند چند بود. والا مالی نیست. لابندی نکن دیگه عباس. واسه خاطر نسل خان خودم آخرش صد. بده اون دستت صد. صد و بیست. دویست. میدونی من دویست میخرم چون میدونم که دست تنگه، ولی قربونت هر وقت خواستی بیا دویست رو بده و گردن بند و پس بگیری، بیشتر از این نمیارزه. عشقه عشقه سلام نوش. ولی از من میشنوی دور جیب بولی رو خیت بکش، برو تو کار خونه. نه نه تشریف داشته باشید. بله آخه من بفرمایید تو خواهش. نه خیلی شما بفرمایید. بفرمایید بفرمایید بادا حتما باید باید هم جا باشه حتما باید سی یکی این خونه شما بفرمایید راه بلده شما بفرمایید. خیلی خوشی که پرافتی اون بره بینه چه خبره؟ چی شده آقا؟ اتفاقی افتاده آقایون؟ ما دنباله یه دوز بودیم مثل اینکه اومده خونه شما. ببینم شما غیر از بنده کسی رو اینجا میبینین؟ نه خیر. پس حتما اشتباهی رخ داده. بله حتما. خداحافظ آقا. مرحمت عالی زیاد. ببخشین اصلا به زحمت شدیم. خداحافظ. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. چقدر تاروف خواهد چراغ روشن کنم. دوز نیاد. تاریک. بفرمایید تو. اجازه بدین ما بزنیم به چک و دردیم. چند لحظه تحمل بفرمایید تا یقین حاصل بشه که خطری شما رو تهدید نمی کنه. بفرمایید. چشم چه آقای خوبی. چای میل دارین براتون درست کنم؟ نه خیلی بابا چایی نمیخورم. بفرمایید منزل خودتونه. خواهش میکنم. چه منزل خوبی دارین. بفرمایید جلوی تازه کنید. بله چش. بفرمایید. خجالتمو بیدیم آقا. تعارف نکنید بفرمایید. خیلی خوش اومدید. شما اینجا تنهایین؟ به ظاهر بله، ولی در باطن خیر، چون خداوند همه جا هست. میل بفرمایید. آقا چی تو مخته ها؟ متوجه نشدم. واسه چیه اینقدر عزت و احترام بار ما میکنی؟ مگه نفهمیدی من کیم؟ اولا که شما مهمان من و پناهنده من هستید، و اما در خصوص اینکه شما چه هستید و چه هستید چرا؟ متوجه شدم. امیدوارم که خدا خودش تفضل کند و هدایت شد. ببخشینا خداوند چه ریختی تفضل میکند؟ اونم به گناهکار بدبختی مثل من ها؟ پسر جان در توبه همیشه بازه. خداوند آمرزنده و مهربانه. هیچ کس از مادر خاطی و گناهکار به دنیا نمیاد. حتما شرایطی بوده که گمراه شدی. به فیض و فضل خدا امیدوار باش. نوش جان بفرما. بسم الله. میل کنه. چشم. خواهش میکنم. چشم. دیگه داره دیر میشه. موقعی نمازه. شما استراحت کنید تا من به نمازم برسم. یا فرید. بله. شما بفرمین. منم همینجا استراحت میکنم. وانچه اینا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر
دست رو ببینم. حالی چرا از کجا بود؟ این قارچه مال خودمه. تو این کوچه که غیر از خونه آقا خونه ای نیست. بله درسته، این قارچه رو خود آقا دادش به من بابت خمس و زکات. را بیا. کجا قربان کجا؟ را بیا بریم در خونه آقا. باشه چشم، هرچی شما بگیم. ولی از شما که یه عمر داریم به مردم خدمت میکنیم بعیده که حرف منو قبول نکنه. جون سرکار که سرکار استوا، جون سرکار استوا اصلا به من میاد دوست باشم، اونم قالیچه دوست. الان معلوم میشه. بش سلام. بله بفرمایید. این قالیچه مال شماست؟ در حال حاضر خیر. قبلا مال شما بوده؟ قبلا بله، ولی من اونو به این مرد هدیه کردم. شما باید هر دو لنگشو میبردید. دایی رو شرمنده کرد. خب بله درسته، باید هر دوش میمردم، ولی وقتی دیدم شما دارین روش نماز میخونین آب میدین. آه بله به حیا شدید، اشکالی نداره. یک لحظه تحمل بفرمایید. دیدید سرکار چی گفتم درست بود؟ اون رفت لنگش رو بیاری که من ببرم. هنوز شما باور نمیکنین؟ چی شده پسر؟ اینجا چی کار میکنی؟ حرف بزن. برای چی اومدی اینجا؟ نمیدونم یهو گذرم به اینجا افتاد. اگه اشتباه نکرده باشم به حمدالله لطف خدا شامل حالت شده، گویا به راه راست هدایت شدی. میخوای توبه کنی؟ توبه کن. آره آقا میخوام توبه کنم. انشاءالله که خداوند توبت رو قبول کنه. پسرم اون وظیفه‌ای که به من واگذار شده بود انجام دادم، دیگر خود دارم. قالیچه‌هاتو بود؟ نه پسرم، ببر اونا رو بفروش و پولشون رو سرمایه‌ای دستت بکن. امیدوارم که خداوند به کسبت رونق بده. اطمینان داشته باش که همیشه دعای خیر من بدرقه راه توست. خدا به همراه.
ملچو ما رفتیم. به سلامت. چیزی کم و کسری نداری که؟ نه الحمدلله همه چی تو خونه هست. راستی ما یه بدهکاری کوچیک هم به تو داریم. البته غیر از اون بدهکاری بزرگ. تو همه بدهیات دادی مادر. خدا عزت باعث و بانیش رو زیاد کنه. قربون تو نره برم. خدا نکنه. خب دست و پاتو جمع کن. فردا پس فردا اسباب کشی بریم. بابا چرا تو حالا هیچی نگفته بودی؟ راستش میخواستم غافلگیر کنم. میخواستم یه دفعه بهت بگم که ذوق زده بشی. قربون تو نره. خدا حافظ. قربونت برم مادر. بدهی شد راست. قربونت برم. سلام علیکم. بنده رو به جانی میاریم. خیر. یادتون نیست چند ماه پیش یه نفر تو این کوچه جیبتون رو زد؟ چرا؟ خب اون مرد من هستم. شما هستین؟ بله. راستش اون پول از گروی ما پایین نرفت. حالا اومدم خدمتون که جبران کنم. خدا به توفیق بده جمعون زیر دست نشین. معملی بیا بادو. میخوام تا معملی نیمده یه خواهشی بکنم. اون روز من بد جوری جلوی بچه شما رو زدم. مسلمه که خیلی ناراحت شده. حالا میخوام جلوی اون تلافی کنی. این حرفا چیه؟ معملی جون این آقا برات دوچرخه آورده. ازشون تشکر کن. دوچرخه؟ آره جونم از آقا تشکر کن. این حرفا چیه میزنی؟ آره جون دلم چند روز پیش بابات منو گیر انداخت و تا میخوردم منو زد. منم دیدم از پسش بر نمیام. ازش معذرت خواستم و گفتم چشم دوچرخه پسرتون رو میکرم. تو باز خیلی باباتو دوست داشته باشی. آدم گردن کلفتیه. خب آقا اجازه بدین دست شما. آه نه خواهش میکنم این کار نکنی. قربون شما. کارا چیه که میکنین آقا جان؟ تتمش خداحافظ شما. خداحافظ. آقا پسرم اینم دوچرخه برو سوار شو. برو پسرم هر چی دلت بخواد سوار شو. برو جاهای دور نریا. نه زود باش محسن، زود باش بچون. عجب اخلاقی دارین و چش بابا چش. مادر، یه خود زودتر. با کی طلبی میخواد چی کن؟ مادر یه دونه نوش رو با طلبی خرم بابا. بچون بابا دیر شد. محسن. محسن خان، بذار این چند. آقا. میگم این شما کار میکنی خسته نشین. خفه، پس تو رو باز چی میخوام؟ بچون. بچون ببینم. بذارش بالا. این چی چیه؟ این که به درد نمیخوره پسر. چرا به درد نمیخوره؟ منو چرا خراب میکنی؟ گوش کن چی میگم. شما سوار شین بریم منم بعدم میام. یک کاری دارم که واسه انجام بدم. خانم جون بیا ما رو بالا خلاصمون کن. اینو بیارمش. برو بالا. چون چرتم برو بالا. شرمندتم برو بالا. خیلی ممنون. نابود شم الهی برو بالا. آخه با عجب اخلاقی دارین ها. خب آخونه شرمندتم خدا خود این تن نابود چه نوکرتم آخه نوکرتم چاکرتم خدا خود هر دومون بلولیم شیرین ای بلولیم
چطوری عباس مال خرج؟ نه به نسولا خانه خودمون بفرمان آشم رو کردم شیش هفته آبجو بیا پسر پاسار دو کنسار آشنا رو گفتن توبه کردی که درست گفتم پس این طرف ها چی کار میکنی؟ اومدم گردم بندی رو که 3-4 ماه پیش بهت فروختم پس ای والا من یادم میاد که کجا آبش کردم به صرفته که یادت بیاد واسه این که به هر قیمتی بفروشی خریدارشم حالی چو؟ خیلی خوب بهتره که گردم بند رو رد کنی بیا چش آره چون نداره اینا همه حرفه من از بلالو زن بلالو مردمون بلالیم شیرین ای ده بلالام شیرین قر کردیارم آیان دختر دستم و گره برسوی مزده گفتم اشیه بخون بده فرمایشی داشتی؟ شما یه گردنبند اشرفی داشتی؟ بله، چطور مگه؟ دزدیدنش مگه نه؟ بله بله، شما از کجا میدونی؟ دزدتون رو شناختی؟ نه، تو اون تاریکی نتونستم ببینمش ولی من شناختمش تو رو خدا راست میگی؟ جون شما، دروغم چیه؟ آخه من تازه از کبابی اومده بودم بیرون که دیدم داره فرار میکنه منم تعقیبش کردم 4 ماه آزگار دنبالش بودم تا اینکه بالاخره گردنبندتون ازش پرد. چیزی میگی؟ بله باور کنیم بفرد اینه هاش آره خودشه گردنبند من نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم اختیار داریم خانوم وظیفم بود بازم اگه امری فرمایشی داشتین در خدمت حاضرم ای شما کم نشه نه تعارف نمیخونم جون شما من همین سر خیابون فرش فروشی دارم اگه ای وقت واسه منظر فرشی چیزی لازم داشتین تشریف بیارین انتخاب از شما تقدیم از ما خیلی ممنونم من تنها هم ولی تعارف میکردم بیاین تو چایی چیزی میل کنیم نه خیلی ممنون وقت بسیاره خداحافظ خدا بفرمایید گوشم با شماست چه فرمایشی دارین خانم جون؟ میخواستم یه تلفن بزنم تلفن عمومی نیست شهرونده بهانه است تو کلاش یه چیز دیگه عرض کردم تلفن عمومی نیست خانم شهرونده به به چه فرشای قشنگی داری شما عجب اخلاقی دارین ها اینم بهانه است گوشت بده کار نباشه ببخشید اسم اون آقایی که تلفن میزنه چیه نسل‌خان صاحب مخازن گوش کاسبی که مشتریش نشده معامله رو بار بزن فرشا رو جوش بده بفته چی گفتم سلام بس سلام از بنده است چه عجب این طرف ها اجازه میده یه تلفن بزنم اجازه یه مام دست شماست بفرمین چرا یکی دو تا بزنم خیلی ممنون بذار این خانم هر وقت اومدن تلفن بزنن از 7 دولت آزادن فهمیدی؟ چش دوستا عجب اخلاق داری ها الو الو سلام افسر خانم حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ علی چی شده که احوال پرسی میکنی؟ بر بچه ها چطوره؟ خوبن همشون؟ حرف بزن لعنت این معطل کن هیچی چیزی نشده بچه ها بدری خول شده داری دریوری نمیدونم چی شده من میدونم افسر خانم موضوع فرش فروشه از کجا تلفن میکنی؟ از یه مغازه بله میخواستم بگم من دارم میام نگران نباشی خب قدمت سر جاده
خوب شد تلفن کردی یا من خیلی دلواپس بودم. بیرون نگارین دیگه افسر خود. خیلی خوب، برو لباس خانم بالا رو جور بدن. چشم. چطوری؟ مرسی. از فرش فروشی تلفن میزدی؟ تو از کجا میدونی؟ خب معلومه دیگه. آخه از کجا معلومه؟ تو قیافه شناسی؟ ای همچی. خب چطور بود؟ کی؟ فرش فروشه؟ یه پارچه آقا. پس پسندیدیش؟ پس چی؟ خیال کردی کشکی هر روز میاد مغازه تلفن میکنه؟ این که دلیل نشد و منم هر روز از مغازه محمود آقا تلفن میکنم. چه حرفا میزنی؟ بله؟ نفهمیدم؟ خانم وارده هر روز به کی تلفن میکنه؟ وا حالا دیگه واسه منم غیرتی میشی. خب به خاله اقدست، به تو، بله، به مهناز جون. بخور راستی مادر. بله، مهناز جون امسال دیپلمشو میگیره. خب مبارک باشه. بله بدری خانم خیلی سلام رسون. کی؟ مهناز دیگه. آها سلامت باشه. چه دختری مثل تنگت. مگه تو دیدیش؟ کیو؟ بدری خانومو. بدری کیه؟ من مهنازو میگم. بها من از بحر بدری در استرابم، تو از مهناز میگویی جوابم. حرفایی میزنی مادرها. خیلی خوب، خلق تو تنگ نکن. خب اگه نمیدویی تو حرفم، باقیشم برات بگم. بگو دیگه. بدری خانوم به از شما نباشه یه پارچه خانومه. کلی دربارش پرسیدم، همه چی تمام جون شما. من تا باهاش نرم همومو خودشو نبینم حرف تو قبول نمیکنم. حالا هر وقت عروست شد اینقدر سرطن همدیگر رو بشورین تا خسته بشین. کنایه میزنی؟ ای بابا. سلام نسرالله خان. به به سلام علیکم. حتما میخواین تلفن کنیم؟ برای چزتون شرمندتم. ما باید از این تلفن خیلی ممنون باشیم. اختیار داری. بفرمایید. اجازه ایمام دست شماست. بفرمایید. اوه این کار پسر علی بچه همین الان از اینجا رفتی باز چی شدی؟ بله برای همین که رفتم یادم اومد که از شما خدافظی نکردم. واسه اینکه فکر نکنیم بی تربیتم خواستم خدافظی کنم. به سلامت. الو الو مردم قدر تربیت رو نمیدونن. میبخشی مزاحمتون شدم. اختیار داریم، اینجا مال شماست، متعلق به خودت. متشکرم، خدافظی. بدری خانم. بله. هیچ اینو جا گذاشته. بدری خانم بیاین چی ببینم پسر. شرمندتم بله قربان. اینو جا گذاشته، ببر در خونه. شما عجب اخلاقی دارین، خب میتونی ببریمش بدین. یعنی من ببرم؟ پس من ببرم. پس من ببرم؟ ای میخواست من ببرم که جیا نمیزه کیسته. با تمام خریتت این یکی رو راست کن. عجب اخلاقی داری اوستا. همینجا بشین تا برم وسط غذا بیارم. من دیگه نمیرم خونه سپیده اینا. چرا مامان جون؟ خب برای اینکه سپیده منو اذیت میکنه. مادرش که تو رو دوست داره. نه نه، مگه مادرش تو رو دوست نداره عزیز دلم؟ نه، مادرش به سپیده میگفت اذیتش نکن، بابا نداره. قربون تو دختر برم، ایشالله تو چند روز دیگه بابات میاد. با علیکم. چی میخوای؟ یه رو رفته بودم ملاقاتی شوهره، پرمون پیدات کنم بهت بگم تو دو ماه دیگه آزاد میشه. چشمم روشن. صبر کن ببینم، تو پیغام چیزی واسه قاسم آقا نداری؟ قاسم دیگه شوهر من نیست، 3 سالی که ازش طلاق گرفتم. خودش که خوب میدونه طلاق نامه رو بردن تو زندون امضا کرد. درسته، ولی اون که نمیخواست طلاق بده، تو تقاضای طلاق غیابی کرده بودی. پس چی؟ 5 سال واسش حبس بریده بودن، قانون این اجازه رو به این میداد. دوم از اون، خودش هم خوب میدونه که من از همون روز اولم ازش بیزار بودم. اما اون هنوز دلش پیش تو هم. غلط کرده دیگه، باید آرزوی منو به گور ببره. اگه خدا بخواد من به همین زودی با یه مرد عروسی میکنم، با مردی که مرده، نه مثل قاسم که یه پای مردونگیش میلنگه. حرفای گنده تر از دهنت میزنی بدری. معلوم میشه هنوز قاسم آقا رو نشناختی. داغ اون مرد رو به دلت میذاره. برو گورتو گم کن مردی که یه عوضی. تو یه قاصدی، پیغامتو رسوندی، برو گم شو. از که میترسم قاسم خود دلخور بشه. فعلا میدونستم با مرد خونه نیست. میدونه از مرد خالی دیدی زورتو به رخ زنا میکشی؟ اگه لازم باشه به رخ مرداشم میکشم. اما کو مرد؟ کلا بلوخشتو پاچه رو نمیکشی؟
بفرمایی خانم، این بحثتون رو جا گذاشته بودی. ایفو خدا مرگم بده، باعث زحمتتون شد. اون کی بود؟ قاسم آقا کیه؟ راستش ماجرا زیاده، دلم میخواد دعوتتون کنم تو، ولی از حرف همسایه ها میترسم. از قضا منم دلم میخواد دعوتتون کنم بیرون، ولی از یه چیز دیگه میترسم. مثلا از چی؟ از این که روی من زمین بده. ایفو خدا مرگم بده، یعنی من اینقدر بی‌تربیتم؟ حالا میفرمین داری؟ باعث تمام بدبختی های من بابام شد. اون معتاد بود، تریاک بی پی، ریشه غیرتش رو سوزونده بود. تازه 16 سالم بود که مادر بیچارم از دستش دیغ کرد و مرد. اون وقت من موندم و اون با یه خونه درندش که تابستونه اتاقاشو به مسافرای تهرونی اجاره میدادیم. آخه ما اهل شمالی. یکی از مسافرها با بابام دوست شده بود. چند وقت به چند وقت میامد واسش تریاک مجانی میبود. اسمش قاسم بود. بهش میگفتن قاسم براسجونی. بعدها فهمیدم که قاچاق چیه. خلاصه یه روز بابام گفت قاسم خاطرخواه شده. هرچی از و جز کردم، هرچی داد زدم، هرچی عشق ریختم، به خرجش نرفت. گفت الا و للا باید زنش بشی. گذاشتم از خونه فرار کردم، ولی تو رو ژاندارما گرفتنم و برم گردوندن. یه شب نصف شب از خواب پریدم، دیدم قاسم بالای سرمه. نامرد کار خودش رو کرد. اون وقت مجبور شدم با دل خون و چشم گردون بشینم پای سفره عقدش. یه هفته بعدم منو ورداشت و برد تهران. دیگه چاره نداشتم غیر از این که بسوزم و بسوزم. حالا خصوص که ازش حامله بود. اما آه من گرفته. 6 ماه بعد با کل جنس قاچاق گرفتار شد و رفت صندوق. منم از فرصت استفاده کردم و عرض حال نوشتم واسه مدعیان عموم تا اینکه سه دنیا اومد. خب باشه، نمرده بود که میرفتی دادگاه واسه شناسنامه میگرفتی. نرفتم، نشد، نمیدونم بالا. اگه تو موافقت کنی واسه به نام خودم شناسنامه میگیرم. من از خدا میخوام. البته بابا، البته. بفرما. ها ها، اینم مدرک.
شیرین فرزند نصرالله نام مادر بله خانم. برو بخواب قربونت برم، بابا خسته میشه. بودو بودو جون بودو. خب تو هم باز یواش یواش دست و پاتو جمع کن. چرا؟ فردا پس فردا میخوام ببرمت خونه خودمون برای دیدن مادرت. هم اون هم یه چیز دیگه که حالا نمیخوام بهت بگم، ایشالا سر فرصت. چی شدی چایی ما هستت مار؟ بابا آدم میارم ماشی یک آجونم آمده این دو تو مارد چطوری مهم آرادت خوبه؟ بابا برمونم چایی برد بیا دیگه. حالا بابا حالا علی آقا رو باش. باش ببینم بابا، با تو هم باش ببینم دیگه. خیلی خوب. این یارو کیه؟ قاسم براجونیه، تازه از زندون آزاد شده. چطوری مشتا همه؟ سلام علیکم قاسم آقا، رسیده بده؟ نظرش پایین بفرما، دودت هم برسه. چشم آی پسر، یه قریون بده، بودا دیگه. یه تو بچه، یه تو شکرم، خودمون شامرم. ده، اونو هاشش سلامتی قاسم آقا جمعیت سلام. زبی اولاسیس رو هم میلیار دارن، زبی یه افتر داره، بقیهش مال اولاسیسه. اما مجید آقا گیری سی ست کامیونش میرسه، آقا تو گاراژ کار میکنه. اما عباس کارش از همه سخت داره، چرا سخت خونه وانیسته، هر کسی آب میخونه بگه آفیت باشه. و اما خود من دیگه نگو و نپو. هنوز هم پرچونه از این علیا. رجون شما قاسم آقا، افشوخی گذشته، هممون ناکه ناکه. از که دست به کار میشه. قربونت هم قاسم آقا رو هم بنداز. پسر تو 40 سال رو افتدی. برش کن بابا، هممون را میفتی. اما به این زودی نه، باز صبر کنیم. باز چی باز صبر کنیم؟ با اجازه بچه ها، یاد باش بیا. جس ناز بارم شد. اگه بشین بکن آقا شو کن. فردا میریم در خونه بدری، من باز با اون صحبت کنم. اولم بهر کن قاسم آقا، بسه بره به کاره. بلش کنم، جیگر خودشون باید کرد در میارم. از قدیم گفتم برای کسی بمیر تو واسه تب کنه. بعد جوری خاطرشو میخوام. جون خواه دلی جون، تو این 5 ساله که تو زندون بودم آنی از جلو نظرم دور نبود. حالا نمیتونم بذارم بیافته تو دومنه یکی دیگه، از اون گذشته به درد کارم میخوره. از همینه بگو با قلومتی. مطمئنی هم اینه؟ اگه عقدش نکرده چجوری توی خونه با هم زندگی میکنن؟ چطوره؟ خود دلت میخواد خوبه؟ از دیدن من جا نخوردی؟ فکرشو میکردم یه رو سر کلت پیدا بشه. وایس ببینم فرمایش، اگه فکر میکنی میتونی تو محل آبرو ریزی در بیاری اشتباه میکنی. همچین فکری نکردم، فقط میخواستم بپرسم تو که میخواستی شوهر کنی چرا از ما طلاق گرفتی؟ راحت نگرم، اگه شوهر با شوهر فرق بکنه. پس چی؟ بعضی ها فقط اسمشون شوهره، هر کی اسمشو روی زن گذاشت که شوهر نمیشه. یه موی گندیده نصرالله به صد تایی مثل تو میارسه. بس دیگه، انقدر گندش نکن، اون که یه فرش فروش بیشتر نیه. درسته، یه فرش فروش انسان با عاطفه با گذشت. تو چند تا مردم میشناسی که بچه یه زن بیبره به فرزندی قبول کرده باشه؟ بچه واسه من مهم نیست، من خودتو میخوام. وایس ببینم دستتو بکش. دستمو میکشم، اما دست از سرت ور نمیدارم. عجب اخلاقی داری نا، رو هم نگاه میکنم. آقا رو که یه دفعه خدمتشو رسیدم، آقا کی باشن؟ نمیدونم. نکنه آقا همون شاخ شمشادن؟ چه جوره؟ ما خیال میکرد بیاد. خواهد بابا دیگه، عجب اخلاقی داری. یا
انشالله که همیشه شادی و سرور باشه. قربونش. خب بگو ببینم پسرم، عروس خانم کنیز شما اینجا نشسته قربان. امیدوارم که در پناه خداوند همیشه سربلند باشه. ممنونم قربان، ممنون. خب ننه دهنتون رو شیرین کنی، مهناز اون یه چیزی بخور. قربان بفرمایید. تبرک بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. شرمنده‌تان. خدایا با امیدتون. بفرمایید. قربون دست. خب به سلامتی شیرنی خورون انجام شد. بفرمایید عقد کنون چه ان شاء الله. حالا یه کلبه خرابه یه که داریم تهیه میکنیم، ان شاء الله برای هفته بعد تشریف میارید. حتما به سلامت من تا باشه از این خبر باشه. حسین. بله آقا. گوش کن، من میرم خونه، تو هم مغازه رو تعطیل کن و بیا خونه. اطاعت، شرمندتم. هم که زودتر نرسیدم باز این دستمال رو بشنوید دستت بسن. عجب اخلاقی داری تو این حالت ها. حالا شناختیشون؟ نه شانس آوردن که من نرسیدم. آره میدونم. پاشو برسونم از خونه. بلش بلش. اومدیم. چی شد؟ تمومه بسن بریم نوکرت. نخوابیدم؟ چرا؟ شامو کشیدم، پاشو بیا با هم بخوریم.
قبل میخوایم تا آقا نصرالله بیاد. نه، ما لونو گذاشتم رو چراغ گرم بمونه. خوشه دیگه. بیا مادر، نه منم پیداش میشه. آقا نصرالله اسمه باز میکنم. مرگم بده، چی شده؟ خان جان، چی شده محسن؟ بالا ما هم خبر نداریم. خان جان، وای خدا منو بکشین وای بچم بچم. چی شده؟ حاج خانم آروم باشین، عجب اخلاقی دارین. چی لابد شده؟ نشناختمشون، ناقافل ریخت از سر. چی بودن محسن آقا؟ وقتی من رسیدم رفته بودن، شرمندتم. دل کن دیگه، نه زخم شمشیر که نخوردم. حالش چطوره؟ فعلا که خوابیده. خدا مادر تو بکشه، کی این بدار سر زباز بیدار میشه خان جون. مادر جون تو برو بخواب، من پروش میشم. من میرم نون بخرم، خوابم نمیاد. خیلی خوب برو. الهی که مادر قربونت بره. مالکم بدری خانم. چیه؟ باز که سرکله تو پیدا شد. آره نرسال خان چطوره؟ مگه باید چطور باشی؟ چون اینجوره باشیم؟ چون غلط کردی با هفت کسی. ببینم پس این نامردی و کار تو و قاسم بوده؟ نمیتونه ثابت کنه، ما هیچ دخالتی نداشتیم. پس اومده اینجا چه غلطی بکنی؟ اومدم بگم گرگایی که به این روز انداختنش میتونستم بکشنش. بهش بگو پاشو از کفش قاسم در بیاره، ولی داغشو میبینیم. صحیح. خب حالا کجاست؟ این آدرسشه، اگه خواستی بیا دو چنون باید حرف داره. بگی بینم بیارش دیگه. تمام فوتوفنشو یاد گرفتم، عکسی ازت گرفتم که باید حرف میزنه. برو بابا. بابا جمالت عشقه. بدری خیلی کله شقه، فکر نمی کنم بیاد. میاد، اگه نمیخواست بیاد که نشونی نمیگره. خودشه. صبر کن. ببین، تو برو در رو وا کن، نمیخوام فکر کنه با من تن. باشه. علیکم بدری خانوم، حال شما خوش مانی، بفرمین. به قاسم بگو بیاد دم در. نمیام. منم نمیام. آخه دم در که نمیشه، کلی حرف داره باشون. خیلی خوب، برو کنار. باشه. به به، خوش اومدی. سر جات وایسا، جلو نیا. آها، خیلی خوب. تو از جون من چی میخوای؟ خودتو. من دیگه صاحب دارم. اگرم فکر میکنی با این نامردی ها میتونی از فتش بر بیای، اشتباه میکنی. اگه مرد بودی خودت باش رو برون شدی، نه اینکه بگی تو تاریکی بزنن و در رن. اگه پاشا تو کفش من در نیاره، از این بدترش هم میبینه. من خیلی راحت میتونم برم کلانتری شکایت کنم که تو مزاحم زندگیم شدی. خیلی راحت ثابت میشه که تو رفیقات نصرالله رو زدی. حالا تا دیر نشده دست از سر من و زندگیم بردار. منم دیگه با تو کاری ندارم. صبر کن ببینم، حالا که اینطوریه از این خونه سالم بیرون نمیری. جلو نیا. بعدش من بابا ناخون گیر میکشم. خواستم آقا یه خود عبرو تو بره بالا. آها خوبه، حاضر گرفتم. آها گرفتم. چرا وایسادی؟ چرا نمیری؟ برو دیگه. کجا برم؟ کجا بری؟ پیش نصرالله جونت که اومده بودی بالاش درهای. بیشرف کسافت، فکر میکنی نمیدم؟ میدم، نتیجهشم میبینی. ده منم عکس تو براش میفرستم، اون وقت تو هم نتیجهشو ببینی. هر چی میخواد بشه. من از همینجا یه سر میرم کلانتری. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. چرا جونم؟ رنگ بدنامی، رنگ خیانت. بجر <تص->
نرفتی؟ چی کار باید بکنم؟ هیچی، یه کار ساده انجام میدی و اکثر رو پس میگیری، دیگه هم مزاحمت نمیشم، قول میدم. خیلی خوب بگو. 100,000 تومن پوله، باید بری جایی که بهت میگم. پولو میدی، یه کیف میگیری و میای. همین. خیلی خوب باشه. بدری؟ سلام بابا. سلام دختر خوشگل. بابا صورتت شده؟ چیزی نیست بابا جان، خوردم زمین. مامانت کجاست؟ رفته نون میخواهی. نون؟ سلام مامان. چرا با این خانه بلند شدی؟ برو بگی بخواد. تو کجایی مادر؟ بدری کوش رفته خرید. شیرین میگه رفته نون بخره. آخه نون چه وقته؟ بدری از صبح که رفته بیرون تا حالا برنگشته. برنگشته؟ نه، الان زور نونوایی قصابی همه محل زیر رو کردن، هیچ کس نمیدونه. یعنی چه؟ نمیتونم چیکار کنم. ببینم پولو آوردی؟ گفتم یه خونه جنسه بده پولو بگیر. خیلی خب میریم. داره جور میشه، باید تأخیر بشه. چرا نهیمه؟ دیر کرد خواستم آقا. نه زیاد دیر نکرده، الان دیگه سرکلش پیدا میشه. بفرمیم. فهمیدم. یعنی چه؟ این دیگه کیه ها؟ همون یکی باید کیف ازش بگیرم. خودش آوردی؟ خودشون گفتم بیام جنسو بدم و پولو تحویل بگیرم. اگه پولو بهش ندادی؟ نه با تو هم ما... اگه پولو بهش ندادی؟ برش کن برای اون کیف آباد بپر قربان رأی دادگاه به شرح زیر صادر و به متهمان ابلاغ می شود. متهم ردیف 1 قاسم امیری 20 سال زندان، متهم ردیف 2 بدری نیکسرشت 5 سال زندان، متهم ردیف 3 علی مغرور معروف به علی سیاه 2 سال زندان. خبری نشد، من که عقلم به جایی نمیرسه، آب شده رفته تو زمین. نه نمیدونم، میخوام یه آگهی بدم تو روزنامه. نه محسنم هنوز نیمده. سلام علیکم. سلام. نه نه با محسن بوده. خدافظ. چه خبر؟ داشتم میامدن، یه پسر بچه این کاغذ رو داد به من، گفت یه خانم داده که بدم به شما. باره خانم؟ بله درسته. نصرالله عزیز دلم، خدا نخواست که من در کنار تو و زیر سایه تو باشم. شیرینو به دست تو میسپرم و با چشم گریون و دل پرخون حلقه ای رو که سر عقل به دستم کردی برات میسرم و میرم. ازت میخوام دنبالم نگردی، بدون که تا دم مرگ تو و خوبیای تو رو فراموش نمی کنم. خداحافظ مرد من. سلام علیکم آقا. آقا قربون شما بفرما. از قصه خبر نداری؟ علی سیا رو پیدا نکردم. 3-4 روز ازش خبر نداری؟ نمیدونم هر جور تو مالش هستم اصلا پیداش نیست. یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ نمیدونم. چایی چی شد چایی؟ سلام پدر. سلام جناب. از قاسم براسیونی خبری نداری؟ نه یه مدتی پیداش نیست، ولی رفقاش اونجا نشستن. برو از اونا بپرس شاید بدونن کجاست. اون 3 نفره رو میگه. خیلی ممنون. ببینم شما ها رفیقای قاسمی؟ برای فرمایشی بود. ازش خبری نداری؟ اتفاقا پیش پای شما صحبتش بود. غیبش زده. غیبش زده؟ پیداش میکنم. یعنی چیکارش داره؟ تو نمیدونی؟ نه کاسه زیر. من چه میدونم؟ من نمیدونم. بلش بابا بی خیال. بریم تو خودمون. بریم تو خودمون. بیا بابا جون.
اول شامتو بخور، بعدم برو لالا کن. باشه؟ آفرین. قربون قدش برم. بخور عزیزم، بخور. یواش یواش بخور. آفرین. آب خوردم میخوری دخترم؟ نه. بالاخره راجب این بچه چه تصمیمی گرفتی؟ آخه چی کار میخوای بکنی؟ چرا بچه اینطوری حرف نزن مادر؟ آخه مادر جون، تو یه بچه بی مادر چجوری میخوای نگرش داری؟ ازش نگهداری میکنم، بزرگش میکنم. این تنها یادگار بطریه. شایدم یه روزی بطری هوای بچهش به سرش زده اومد. بابا عجب اخلاقی داری. مهمونا همه اومدن، دکتوری که دیگه نگو همش چش انتظاره. شرمنده تم، برو بریم. رفتیم. آی دکتر، شیرین و آبجی تو حال خلوت کردن، دارن واسه نقشه میکشن. خیلی خب باشه، بیا بابا بیا دیگه. اجازه شما. بایزه بفرمین. خیلی ممنون. ایشی آیز یا آبلا خیلی چی چون کنی؟ بایده من برم پذیره کنم و برجم. نسل خان، خواهر شیرین تو حال خلوت کردن. چه خبره؟ الان خبرش میرسه. دنبال دکتر جونت میگردی؟ آره، پیش پدرته. شیرین جان بیا اینجا. اومدم بابا. توجه بفرمایید، یه خبر خوش میخوام بهتون بدم. میخوام بگم شیرین من و دکتر کیوان تصمیم گرفتن که با هم نامزد بشن. آقا نصر الله. سلام. سلام خانم. داشتم میومدم تجارت. کاری داشتین؟ بله. خب، از سید جعفر چه خبر؟ خوبه؟ به مرحمت شما، از کاری که واسش درست کردی خیلی راضیه. آقا نصرالله، نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. خب، کارتون رو بگی. ما که غیر از مزاحمت چیزی واسه شما نداریم. اختیار داریم، خجالت هم ندیم، حرفتو بزن. والا روم نمیشه، شاید بگین شوهرشو آزاد کردم، روش زیاد کردیم. بگین خانم، بگین. سید جعفر تو زندون یه رفیق داره، مرد بدی نیست. بیچاره به سید خیلی محبت کرده، اون حبسیشو کشیده، حالا واسه خاطر جریمش باید 5 سال دیگه مون تو باشه. بدهی چقدره؟ 25,000 تومان. فکر نمی کردم بدهی این مرد اینقدر سنگین باشه. میدونین تا حالا بیشتر از 10-12,000 تومان بدهی زندونی ها رو نپرداختم. بی خودی هم وقت شما رو گرفتم. با اجازه مرخص، خداحافظ شما. زندانی اینه. آزادت میکنم. شما من میخوام بیا بارا، میخوام باهات حرف بزنم. بی بارا. چشم. میخوام گورت بزنم، ببرم تو بیابو. خب، اینجا غیر از من و تو و خدا کسی نیست.
خودم که فکر میکنم طرف من باشه. منظور بدری کجاست؟ فقط کمه با مرد سبی کلی پول خرج کردی من از زندون درآوردی که اینو بپرسی؟ من 15 سال صبر کردم تا بتونم اینو بپرسم. آخه چرا از من؟ حالا جواب میدی یا چاک دهنتو جهر بدم ازش بکنم؟ برو با دلت خوش عوضی روانی. کارات درست میشه. یه شهر که کم میشه. بدری چی؟ بدری که پیدا نمیشه. این خب پس میخوای حرف بزنی ها؟ یا قچون بچه ها حرف بزن. هیچ کس تو این دنیا حرف حساب سرش نمیشه. آخه مرد من انقدر تو زندون بودم که رنگ آفتاب یادم رفته. تو از کجا به سرت افتاده که من واسه از اون خبر داشته باشم؟ از اونجا که شما هر دوتون یه روز غیبتون زد. روزی که بدری گم شد گفتم زیر سر توه. اومدم دنبالت اما تو هم نیست و نابود شده بودی. دلیلو باش. من نمیدونم چه روزی بدری گم شده. اما میدونم که من یه روز تو خونه نشسته بودم که ریختن تو سر به زنگا کیف جنسو گرفتن و رفتن. بعدم 15 سال آب خنک. کیلو داده بود. چه میدونم یه شیر ناپاک خورده. پای بدری تو کار نبود؟ بدری؟ آدم قطعی بود. سوال چه بری؟ سوال چه بری؟ باید برم برم باید برم باید برم برم باید برم برم باید برم. باید به هم مربوط باشه. باید به هم مربوط باشه. جا پولایی رد بدل میشه و ما بیخبریم. های دل غافل عجب. همه فکر میکردم جز این. چرا از اول به این فکر نیفتادم؟ ببینم مشکلی حل کرد. بله خیلی متشکرم. با اجازه تشریف میبرین؟ راستی میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. ممکنه؟ خواهش میکنم بفرمایید. ببینم شما که در کارتون استادی بفرمایید. ببینم راهی هست که من بتونم این علیسیا رو پیدا کنم؟ بله راه‌های بسیاری وجود داره. بله خیلی زیاد خیلی. بله ها 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 متوجه شدم. متوجه. بالاخره تموم شد. آره فکر میکردم بیای جلو زندون. انقدر خمارم که نگو. حال دو قدم رو رفتن رو ندارم. همین حالا مرخص شد. نه 2 ساعت پیش. از جنگ برگشتی؟ دو گلی رو تاخچن. ای یابو با تو هم یه دماغ بزن جون بگیری. میخوام با تو حرف بزنم. من فدای مادرش لعنت که این نونو تو سفره ما گذارم. نه خورش هست نه پولش. خب حالا حرف رو بزن. گوشم با چون میخوام منو ببری پیش بدری. کدوم بدری؟ یادت نیست تو بدری.
خودت رو به خریت دیاره؟ آه، بردی رو میگی؟ میخوام منو ببری پیش اون عشقی، با اجازه از کت جوش رو یه چایی بذارم، گلوم خوش کن. چرا تفره میری؟ واسه چی تفره دارم؟ من نمیدونم. نمیدونی؟ من ایمان نگفته بودم سایه به سایش باشی. گفته بودی، منم یه مدت بودم، اما بعدش تو جهال روز منو میبینی. آروم زاده با بدری دست به یکی کردین و پولا رو بالا کشیدین؟ آره، نمیدونی تو چه قصدی زندگی میکنم. تو به میری قاسم آقا به مود قسم اگه من خبری از بدری داشتم. خوب میشناسمت ولده چمور. تو صد میلیونم داشته باشی میکنی تو سوراخ دماغت. راست بگو من باسونو پیدا کنم. قاسم آقا به جون تو نماشه، به جون خودم خیلی وقته که داشت. تا کجا ازش خبر داری؟ پنج سال پیش تو خیاط خونه مجده کار میکرد. تو عباسی خیاط خونه هنوزم اونجا. صاحبش یه زن هست به اسم مونی. بفهمو آره، بدری چند سال پیش برای ما کار میکرد تا اینکه بازار کساد شد. برای چی؟ آخه میدونین این روزا از پس لباس دوخته زیاد شده، دیگه کسی سراغ ما نمیاد. برای همینه که میگم بازارمون کساد شده و کارمون از رونق افتاده. خب والا از بدری خبر نداری؟ نه والا، فقط چند سال پیش یکی از مشتری ها قرش زد، رفت اونجا کلفتی. قرش زد؟ آره قرش زد و با خودش برد. بالاخره آدرسی چیزی ازش نداری؟ نه خانم، آدرس بدری رو داری؟ اگه میدونی کجاست به این آقا بگو. آدرس بدری رو؟ آره بله، اگه میدونی آدرس بدری رو. خیابون اکبری پلاک 25. خیلی ممنونم، خداحافظ خانم. بله، چند وقت خونمون کار میکرد، ولی چون برای روی داشت خانومم ناراحت بود، آخرش هم بیرونش کرد. ولی چون دیدم زن مظلوم و بیپناهیه، محض رضای خدا مخارجش رو قبول کردم. اما کم کم دیدم داره بدجوری میشه، مردم حرفای نامربوط میزنن، اینه که ولش کردم. بعد شنیدم به پست یه آدم خدا نشناس خورده و برده جاهای نامربوط. اینطور که میگن خونه ی عقبست دندون طلا کار میکنه. این دهانت باز میکنه؟ نه حرفا چی آقا نرسون، اگه میدونستم بهتون میگفتم. به سیبیلای مردونتون بردن. قسمت راسته، چون من سیبیل ندارم. با این یکی چطوری؟ سر خورن دارم آقا نرسون، اجازه بدیم براتون یک چایی بریزم. چند قیمت چایی؟ با اینا میشه خریدش؟ سر به سرم ندارین آقا نرسون. بعد 15 سال من اصلا قیافه بعضی خانومم یادم نیست. من اصلا خودمم یادم نیست. یالا دیگه من باز خودم رو بسردم، سه روزه گیرم نیومدن. شما همیجی بشینی من مثل درده بر میگردم. یه توک ببینم تو جایی نمیری. برای چی؟ معامله تموم شد، میری خیابون خوش چهارای بوستان پلک 12 به اضافه یه. تو از کجا میدونی؟ من میخوام همه چیزو بدونم. ببین آقا نسولا، اون خیلی رو من محبت کرده، هر چی میخوای بدونی از خودش بپرس. من یه کلمه هم چیزی نمیگم. بگیر پولت بگیر. خیلی خوب بابا، قهر نکن. خیلی زن خوبی بود، به درد این کارا نمیخورد. اصلا بلد نبود تو این کارا بیفته، از بس گریه و زاری کرد از پولم گذشتم و ردش کردم. پس دیگه ازش خبری نداری؟ چرا؟ پری وقتا تو خیابون میبینمش، میگفت چهارراه بوستان یه اتاق اجاره کرده. شماره خونش چیه؟ 12 به ببخشید خانم، منزل بدری خانم اینجاست. بفرمایید چی دارین؟ من یکی از آشناهاشم. چرا زودتر نیومدین؟ حالش خیلی بده. بفرمایید. حالش بده؟ خواهش میکنم بفرمایید. تو بیایی کمک کن، باید ببرمش بیمارستان. آقا
فعلا خدافظ. منزل بدری اینجا؟ بله، اونو الان بردم بیمارستان. فرمایشی داشتی؟ کی بود؟ والا من نمیشناختمش. یه آقا اومد اینجا دنبالش. کت شلوار راه راه پوشیده بود و یه کلاه هم سرش بود. آه، ممنون. خواهش. تومور دفترس خوشخیم داشتم. فارسی بگو دکتر. یعنی قده رحمی. قده؟ خدا به دادش. مطلقا خطری نداره. خوشبختانه همونطور که گفتم قده خوشخیم بوده. خوشخیم دیگه چیه؟ بی خطر. یعنی سرطانی نیست. خب حالا چرا نمیارنش بیرون؟ تا به هوش آید تو اتاق بهبودی تحت مراقبت میمونه. شما بفرمایید تو اتاق انتظار بشینین، شیرین خبرتون میکنه. جدی بی خطر دکتر؟ آره جدی. کاملا مطمئن باشین. خدا کنه. به نام بدری نمیدونی چه؟ بفرمید اتاق 224. بفرمید خواهش مان. بفرمید تو رو به هم زدم. نه چیزی نیست. هنوز نرفتی بیمارستان بابا؟ دارم میرم. خیلی خوب، به سلامت. شما نمیای؟ نه بابا جون، تو برو. اگه بیاین خوبه ها، هم منو میرسونین هم از مریضتون عیادت میکنین. ای پدر. خیلی خوب، برو بریم. این کارت به من رفت. بابا جونم. چی بابا؟ سلاشو دارین یه سوالی ازتون بکنم؟ بله. اون خانمه کیه؟
کدوم خانم؟ همون که تو بیمارستانه. دوست مادرته. وقتی اونو پیدا کردم گفتم شاید خبری از مادرت داشته باشه. داشت؟ هنوز که نتونستم باهاش صحبت کنم. حالش مناسب نبود. برای شما خیلی خودتون ناراحت میکنید. تو خود بحث کنید. برای یه مرد غیر از عشق چیزای دیگه هم هستش که نمیذاره یه زن رو فراموش کنه. یعنی خواب نمیبینم خودتی؟ خوبه که هنوز منو میشناسی. چطور منو پیدا کردی؟ توسط آلیسیا. آلیسیا؟ آره. وای بر من. وحشت نکن. اون چیزی به من نگفته. فقط نشونی تو داد. حالا تو رو دید چه رابطه‌ای با آلیسیا داشتی؟ وقتی من از زندون آزاد شدم اون مثل سایه منو تعقیب میکرد. از طرف قاسم بود، منم خریدمش. برای اینکه از جا و مکانم به تو چیزی نگه، ماه به ماه یه پولی بهش میدادم. حالا میتونم بپرسم چرا رفتی؟ چرا آشیونم اونو به هم زدی؟ دیگه نپرس، نپرس، نپرس. نمیتونم چیزی بهت بگم. نمیتونم نپرسم. 15 سال آزگار شاید روزی 15,000 بار از خودم پرسیدم، اما جوابی پیدا نکردم. جواب تو بودی، تو هم گم شده بودی. حالا که پیدا شدی میگی چیزی نپرسم؟ چاره چیه؟ چی بگم؟ اگه بدونی عذابت 100 چندان میشه. اقلا اگه نمیتونی فراموش کنی مثل من خودتو به فراموشی بزن. تو چه زن بی انصافی هستی. نه به خدا نه، من خودم میدونم که با تو چه کردم. هرچی که کردم با تو تنها که نکردم، 100 چندانشو با خودم کردم. ولی دست خودم نبود، نشد، نزاشتم. خدا نخواست، نمیدونم. از دختر چیزی نمیپرسی؟ دخترم، دخترم، من خجالت میکشم بگم مادرم. من که لیاقت مادر بودن رو نداشتم. سلام. سلام بابا، شما هنوز اینجایی؟ آره، هنوز نه. سلام بابام، خیلی به شما علاقه دارم خانم. ها؟ حالتون خیلی بهتره نیست؟ فشار خون 100/7. خوبه. باید مریضمون رو یواش یواش از تخت بیاریم پایین، راه بره. با امید بهبودی کامل ان شاء الله. دستور دیگه این است دکتر؟ تو پروندهش نوشتم. با اجازه خانم. خواهش. خدا حافظ بابا. خوب می‌بینمتون. باشه بابا جان. این دختر من بود. شیرین من بود. خب دیگه. باید استراحت کنید. بازم میام دیدن. چطور بودن آقا؟ خیلی بهتر، ولی هیچی نمونده بود پس بیفت. چرا؟ شیرینو شناخت. شیرین خانم هم ایشونو شناختن؟ نه، یادت باشه یه وقت چیزی بهش نگی. بدری قول گرفته که به شیرین نگم. من به شیرین گفتم مریض اسمش فخری. فخری خانم؟ آره، فخری خانم دوست قدیمی بدری. یه وقت خراب نکنی پسر. عجب اخلاقی داری. سلام بدری. بزرگ سر کردم تو پیدا شد. من خیال می کردم تو زندون مردی. حالا که خب، وضعت چطوره؟ جریانمون 100,000 تومن چطور میشه؟ با تو هم در هر صورت وضع اون 100,000 تومن روشن کن. من این وسط به مفلسی افتادم، 15 سال زندون بی خودی کشیدم. بعدی تو میتونی این پولو از نصرالله بگیری بدی به من. خیلی خوب گوش کن، یه نقشه خیلی خوبی کشیدم. هم من پولدار میشم، هم تو پولدار میشی. میدونی چی کار میکنیم؟ تو فقط باز این وسط بیای و شهادت بدی من پدر دختره هستم، تو هم ننشی. دختره میخواد زن دکتر کیوان بشه. وضع دکتر کیوانم همه جوره جفت و جوره. تمام این بیمارستان و تأسیسات مال اونه. اگه اون با دختره عروسی بکنه، من و تو هم ثابت بشه پدر و مادر دختره هستیم. نونمون تو روغنه، تو پول خرط میزنیم و عشق روزگارو میکنیم. تو عجب آدم احمقی هستی مرد. چرا؟ اون فکر میکنه شیرین دختر نصرالله که میخواد بگیردش. اگه بفهمه تو باباشی، توی قاچاق فروش دزد و ولگرد، منم مادرشم نمیگیردش که. آکه هی، پس گوش کن چی میگم.
دو حالت بیشتر نداره، فقط دو حالت، یا تو میری اون پول رو ازش میگیری یا من خودم میرم. چجوری میری؟ هیچی، خیلی راحت میرم به دختره میگم بابا جون من باباتم، اینم ننته، در هر صورت گند کارتو در میاری. گمشو بیشرم. آه صحب کن صحب کن صحب کن صحب کن، خیلی خوب من میرم، ناراحت نباشین. خلاصه خوب گوش کن چی میگم، من میذارم میرم ولی از این پول بهتر نیستم، با نزولش از الگومت میکشم بیرون، میفهمی؟ خب بدری خانم امیدوارم که خوب بشین، این دست گلم واسه شما آوردیم، خوش و خرم انشالله تشریف بیاریم بیرون، هم دیگر رو میبینیم، انشالله خدمتتون میرسم با اجازتون، قربون شما. از دکتر بپرسیم بابا، من فقط یه پرسترم. خب جناب آقای دکتر، اون حالش زود خوب میشه. چقدر زود؟ تا دو سه هفته دیگه، امیدواریم به خدا. کم کم داره به اون خانم حسودی میشه، بابا خیلی هواشو داره. نسرالله خان، هوای همه رو دارم غیر از من. اختیار داری آقای دکتر، اگه راجع به اون مسئله میخوای صحبت کنی تقصیر بابام نیست. یه خود پوست کرده حرف بزنی منم بفهمم چی میگی. راجع به تاریخ ازدواجمونه. والا در این مورد من بی تقصیرم، نمیدونم چرا شیرین هی امروز فردا میکنه. تو چه فکری هستی؟ هیچی. آدم به هیچی که فکر نمی کنه، غیر ممکنه، حتما یه چیزی هست. تو فکر بابام بودم و مادرم. تو همیشه به فکر بابات هستی، اما ندیده بودم به مادرت فکر کنی. چی شده؟ بابام مرتب سفارش مریضشو میکنه، از وقتی اون زن پیدا شده بابام همیشه همش تو فکره. خب چه ربطی داره؟ اون از دوستای نزدیک مادرمه، ولی من حس میکنم حقیقتو نمیگه. چه دلیلی داره حقیقتو نگه؟ نمیدونم، گفتم که فقط حس میکنم بابام خیلی تنهاست. کاش مادر داشتم، کاش همین زن مادرم بود، درست مثل بچه ها شدم، مثل خودت که مادرت دستتو میگرفت و پا به پا میگرفت. مگه شما قبلن هم منو دیده بودی؟ آره عزیزم، آره عمرم، وقتی که بچه بودی دیده بودمت. خانم جون، شما کی هستی؟ مگه بابات وسط نگفته؟ من دوست سابق بابات و مامانت هستم. پس مامانمو میشناختی؟ آره خیلی هم خوب میشناختش. چیزن نفرت انگیزی. من؟ ایو نه، مامانمو میگم. این حرفو نزن عزیزم، مامانت اگه بفهمه دلش میشکنه. جهنم، مگه اون دل منو نشکست؟ مگه دل بابامو نشکست؟ اگه همینه، اگه به 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 خانم، خانمام که راه افتادم، شرمنده تم ساماله. سلام. ساماله شیرین خانم، چکره شما. سلام. آقا نسل نامو فصلان سلام رسوندن، فرمودن عصر میان عیادت. حالش خوب بود؟ خوبه خوبه. موسی شرمندتم. ببینم دهنت که لق نیست، عجب اخلاقی داری ها. یه وقت به شیرین نگی من مادرشم. میدونم خانم، آقا فرمودن که شما فخری خانومی شرمندتم. امروز نتونستم بیام بیمارستان، حال فخری خانم چطوره؟ ماشالله ازار ماشالله، اینه قیقی داشت را میدم. مگه از تو پرسیدم نخوده تو شیر بره؟ ده عجب اخلاقی دارین. اینه قیقی که نه، ولی امروز راش بردیم، دکتر میگه هفته دیگه باید مرخص بشه. هفته دیگه؟ آره. بیچاره. چرا بیچاره؟ آخه نمیدونم وقتی از بیمارستان مرخص بشه کجا میخواد بره. مگه جایی رو نداره؟ چطوره؟ شما بگی. نه تو بگو بابا. از وقتی مادر بزرگ مردن یه خورده خونه سوت و کور شده. منظور بیبی داره، اگه فخری خانم بیاد با ما زندگی کنه، من که دوستش دارم، شمام که بهش علاقه دارید. شرمندتم آبجی، عجب پیشنهادی دادی. خاموش، عجب اخلاقی داری ها. شرمندم هم بابا. والا من میخواستم اول ببینم نظر تو چی. حالا که تو موافقی هیچ اشکالی نداره. Thank you.
همینجا میشینم مادر. نه اینجا نه، شما باید استراحت کنید، اتاقتون آماده است. هیچی بهتر از استراحت حالتون رو خوب نمیکنه. نه همینجا خوبه. شیرین جون، ما نباید ناراحتش کنیم، باید سعی کنیم هر طور دلش میخواد باشه. خدا عمرت بده. خیلی خوب، پس من برم واسه فخری خانم. خیلی خوب، عجب اخلاقی دارم. بیا اینجا بشین دخترم. سلام، صبح بخیر دخترم. بالاخره به آرزوتون رسیدین بابا. کدوم آرزو؟ که رو زمین سفره صبحونتون رو پهن کنی. ببخشین که من فضولی کردم شیرین. ای وای، این چه حرفیه؟ اینجا خونه خودتونه. شما بابا مو خیلی شما زودتر برو نون بخر، نون وایی رو میبندن. آقا محسنم که نمید. چشم کنم. یا الله، سامانک چقدر دیر کردی؟ عجب اخلاقی دارین. من گوش پیده میشه. تا کرج رفتم نشتن، اونجا رفتم صد کرج، 40 تومن بنزین مصرف کردم تا 3 کیلو گوش خریدم. تازه الان فهمیدم یخ زده از کجای کار خانم. عجب اخلاقی داری ها. شهروندتم بدری خانم جون، نوکرتم. فخری خانم یادت باش، این تن نابود چه یادم هست. همه چیز یادته. البته. چه روزایی بود. یادت هست کوچه جلوی خونه نصرالله خان سر من چه دعوایی شد؟ شما یادتونه من چه جوری چی بزن بزن کردم؟ همه رو لحظه پا کردم، داغون کردم. دروغ قاسم دستمالو چپونده بود تو دهنت، داشتی خفه میشدی. عجب اخلاقی دارین. خانم جون، من اگه یه سوالی بکنم به این جواب میدین؟ آره. حالا که عروسی شیرین خانم و دکتر نزدیکه، شما چرا با آقا عروسی نمیکنید؟ دست به دلم نزا. ماتون خانم، فخری خانم، ما تو آشپزخونه ایم. بیایی تو آشپزخونه. سلام. سلام آقای دکتر. سلام از بنده. حال مریض ما چطوره؟ خوبه، خیلی هم خوبه. نصرالله خان کجا؟ گفتن میرم کارتای عروسی رو از چاپخونه میگیرم میام. چقدر خسته شدی؟ انقدر راه رفتیم، راه رفتیم. ایدوی بمیرم، گفتی خسته ای، حتما گرسنه‌تونم هست. الان میرم شامتونو میارم. آه نه خانم، شام مهمونیم، نصرالله خانم دعوت دارم. شما نمیدونستی؟ نه، شما برین خوش باشی. با اجازه من میرم لباسم عوض کنم. باش، ایشالله همیشه خوش باشی. جا
شرمنده تم اوستا. آخه 20 سالم میشه آدم یه دستمال دستش بگیره و هی بگه شرمنده تم. عجب اخلاقی داری ها، باز به ما توپی دی. گوشکا من میرم جلوی بانک پیاده میشم، ماشینی میدم تو برو آقا رو ورد بیا. شرمنده تم اوستا چش. بفرمو فرمالا شما با چی برمیگردین؟ با یه چیزی میام دیگه، عجب اخلاقی داری ها. چکرم اوستا چکرم. پس چی؟ سر هزار تومن 15 سال پیش با بهرش میدونی چقدر میشه؟ مگه عقل تو کلت نیست مرد؟ من که بهت گفتم من از اون پول حق برداشت ندارم. شیرین که داره، من اصلا با تو کاری ندارم، اومدم دخترم رو ببینم، اون باز به باباش کمک کنه. تروت میشه اسم خودتو بابا بذاری و به اون بگی دخترم؟ من دختر من نی؟ برای همینه که میخوای سعادتشو به هم بزنی. با من سعادت مادر سرم نمیشه، من پول میخوام، پول میفهمی؟ خدایا بزرگی و عظمت تو شکر، ولی آخه تا کی باید زجر بکشم؟ چیه؟ میترسی که نصرالله و دخترت از همه چیز با خبر بشن، نه؟ تصمیده منی که از روز اول همه چیز به نصرالله نگفتم. خب میگفتی؟ آره باید میگفتم، اگه همون روز اول به جای این که ازش فرار کنم بهش میگفتم که چه بلایی سرم اومده. حالا کار به اینجا نمیکشید. خب چی میخواستی بهش بگی؟ بگی خودت با پای خودت اومدی تو خونه من؟ آره میگفتم، میگفتم که برای نجات عشق و زندگیم اومدم خونه تو، اما تو نامرد پس فطرت به زور به من تجاوز کردی، عکس گرفتی و بعد ازم خواستی باهات همکاری کنم. شما میدونین اون کی آقا؟ مگه اشتباه اومدین؟ مگه اینجا منزل نصرالله نیست؟ برا اینجا منزل نصرالله‌ست، ولی اون شیطونه، دیوه، همون کسیه که آشیانه مردم رو به هم میزنه، کسیه که باعث شده یه مادر بدبخت 15 سال آزگار از دیدن جیگرگوشش محروم بشه. شما حالا میگی من با اون چیکار کنم؟ مگه قصاص دستور دین نیست آقا؟ مگه خدا و پیغمبرش نگفتن دندون در مقابل دندون؟ بله درسته، ولی به حکم قانون و به دست مجریان قانون از اون گذشته. من شما رو پخته تر از این میدونم که عفو و فراموش کرده باشه، اونو به خدا واگذار، قصاص اون با خدا. برو گم شو، دعاشم به چونه آقا بکن و ادا میکشتمت. برو گم شو. بایست این عزت آقا حب کن بیرم آقا نسوله چه رو بیزاری بره؟ ودش کن بسه بره. آره خب بره، عجب اخلاقی داری ها. نامرده پس فطرت، اگه اون تو رو بخشید من نمی بخشم. حیفه که تو زنده باشی، تو
تو زندگی گذشته منو خراب کردی. میدونم اگه زنده بمونی آینده دخترم هم خراب میکنی. برو کنار، تو نمیتونی منو بکشی. حالا میبینی که میبینم. برش کن بینم. برش کن بینم. تو پامو Oh,